الال نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالاطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در جلسات قبل که خدمت شما خواهران و برادران عزیز و ارجمند بودم مطالبی را درباره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و به صورت کلی درباره بنی امیه عرض کردم و خدمت شما بیان کردم که بنی امیه یکی از قبایلی هستند که قبل از اسلام و بعد از اسلام در زمان رسول الله و در زمان نوادگان رسول الله در قرون متمادی این دو خانواده با همدیگر دیگر وصلت هایی را داشتند و ارتباطات خانوادگی بسیار تنگاتنگی در میان بنی امیه و بنی هاشم وجود داشته اون گونه که نمونه های باریزی رو بیان کردم که شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم ام حبیبه را که از بنی امیه بود ازدواج کردند و دو دختر از دختران خودش را در واقع سه دختر را به دو نفر از بنی امیه دادند و این روابط نشانگر این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی امیه را در حد خود و همشان و همکف خود میدانند که هم از اونها دختر بگیرند و هم به اونها دختر بدهند و در این جلسه هم الله امروز موارد دیگر را از این وصلت هایی که در میان بنی هاشم و اهل بیت رسول الله و بنی امیه وجود داشته خدمت شما بیان می کنم یکی از روابطی که و وصلت را که میان اهل بیت رسول الله و بنی امیه وجود داشته و بسیاری از مردم غافل هستند و این مورد را نادیده میگیرند وصلتی هست که شخص حضرت علی رضی الله تعالی عنه انجام داد یعنی این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم داماد بنی امیه هست و ایشان هم همانند رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه زن گرفتند و جالب اینجا هست که این زنی که حضرت علی رضی الله تعالی هم از بنی امیه گرفتند نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یک دختری از بنی امیه می شود نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم دختر دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا با عقل یک مسلمان سازگار هست که بنی امیه را بگوییم که شجره ملعونه هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه فرزندی داشته باشند و نوهی داشته باشند آیا هیچ انسان مسلمانی که در اسلام خودش و در مسلمان بودن خودش صداقت داشته باشد قبول می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم شجره ملعونه را بیاورند با شجره مبارکه بنی هاشم متصل بکنند و یک جا جمع بکنند یک جای کار اشکال دارد یا اینکه واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانستند که این شجره شجره ملعونه هستند یا این که واقعا رسول الله و علی میدانستند که این شجره شجره ملعونه ای هستند و باز هم با این شجره وصلت کردند یا این که واقعا اصل این مطلب مطلب دروغی هست که بنی امیه شجره ملعونه نبودند بلکه انسانهایی بودند مبارک و انسانهایی بودند هم کف و همشان رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی و حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین و اگر غیر این بود قطعا اگر بنی امیه شجره ملعونه بودند این لیاقت را نداشتند که رسول الله و حضرت علی و حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم از اونها زن بگیرند و همون گونه که عرض کردم حضرت علی رضی الله تعالی داماد ابو العاص هست ابو العاص ابن ربی که ابو العاص داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم و شوهر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بود و حضرت زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم دختری داشتند به نام امامه و یک نام زیبایی هست امامه و نام نوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست من پیشنهاد میکنم اون کسانی که دنبال نام شرعی هستند دنبال نامی می گردند از میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این نام مبارک امامه را که نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست این رو برای دختران خودشون انتخاب بکنن این امامه دختر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها و ابو العاص ابن ربیع در کتابهای تاریخی و فقهی و سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نامی شده از ایشان و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگامی که نماز می این امامه رو در آغوش می گرفتند بغل می کردند و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و یکی از احکامی که درباره نماز گفته می شود این هست که اشکال ندارد که زن وقتی که نماز می خواند اگر فرزندش گریه می کند اون را در آخوش بگیرد و حتی اون رو به بغل بگیرد هنگامی که می استد نماز می خواند اون را در آخوش بگیرد و وقتی که به سجده می روید اون رو بر روی زمین بگذارد در روایت داریم که یک روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز فرض در نماز با جماعت امام بودن در مسجد صحابی میگوید که ما دیدیم که سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیش از حد طولانی شد بعدا نگاه کردیم دیدیم که امامه دختر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها و نوای رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده بود بر روی شانه های رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود و رسول الله به خاطر تیب خاطر امامه به خاطر خوشحال بشود و به بازی خودش ادامه بدهد رسول الله صلی الله علیه سجده خودش را طولانی تر کردند و از این داستان احکام فقهی را علما استنباط کردند که اشکال ندارد که اگر فرزندی بچه ای آمد بر روی دوش شما در هنگام نماز سوار شد این هیچ اشکالی در نماز شما ایجاد نمی کند و نماز شما صحیح است این امامه بعد از وفات حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بنا بر روایاتی به توصیه حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها می شود همسر حضرت علی رضی الله تعالی عنه یعنی این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه می شود داماد ابو العاص ابن ربی و در واقع حضرت علی از دو جنبه می شود داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم را ازدواج کرده و بعد از وفات دختر رسول الله حضرت فاطمه زهرا با نوی رسول الله عمامه دختر زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ازدواج کرده و این در واقع یک افتخاری هست برای بنی امیه و برای ابو العاص بن ربی که داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و از طرفی از رسول الله صلی الله علیه و سلم دختری را داشت که نهایتا این دختر می شود همسر حضرت علی رضی الله تعالی عنه و واقعا این هم افتخاری هست و قبل از این نشان از این دارد که در میان بنی امیه و بنی هاشم این ارتباطات و روابط نه تنها در زمان رسول الله و قبل از ایشان بوده بلکه بعد از رسول الله صلی الله علیه و همچنان ادامه داشته که نمونه های دیگر را از این وصلت ها را بعد از یک میان برنامه کوتاه خدمت شما عرض خواهم کرد حضرت پیغمبر خدا به حضرت عایشه چقدر محبت دارد لذا روزی که روزی حضرت ع... فرمان روایی و مملکت و پادشاهی و ملک من چیز زیاد نمیشه خداوند و رسولش فرموده ان به اتمام رسیده باشد و حدیث نواس بن سمعان اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باد به سال حق ندای حقیقت و <applause> الله کلماتی و, و الله به فرمان خیش حق را تحقق می بخشد هرچند برای مجرمین ناخوشایند باشد آری بینندگان عزیز و ارجمند حضرت علی رضی الله تعالی عنه از دو جنبه داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند از یک طرف دختر ایشان را ازدواج کرده بودند و بعد از وفات فاطمه زهرا نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم را ازدواج کردند و این وصلت در واقع میان حضرت علی و بنی امیه است زیرا که نوی رسول الله صلی الله علیه و سلم پدرش ابو العاص ابن ربیع بود و ابو العاص ابن ربیع از بنی امیه هست و یک وجه تناسبی و شباهتی که در میان عملکرد رسول الله و حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجود دارد و یک نقطه بسیار ظریف و جالبی هست وان این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه زن گرفتند ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دختر ابو رو را و باز هم می بینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه زن گرفتند امامه دختر زینب و ابوالعاص ابن ربیع رضی الله تعالی عنهم اجمعین رو رسول الله صلی الله علیه و تعدادی از دخترانش را سه نفر از دخترانش را به بنی امیه دادند یعنی دامادهایی از بنی امیه داشتند هم خودشون داماد بنی امیه بودند و از بنی امیه هم داماد گرفتند حضرت علی رضی الله تعالی هم این گونه بوده هم داماد بنی امیه بوده و هم از بنی امیه داماد داشته و دخترانش را به بنی امیه داده یعنی واقعا این تلاحمی که وجود داره و این نزدیکی و قربی که وجود داشته در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی هاشم و بنی امیه واقعا در میان هیچ یکی از قبایل عرب ما این سراغ نداریم که یک قبیله و یک طایفه با بنی هاشم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا این اندازه نزدیک باشند از زمان سرسلسله اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان تا بزرگترین امام ائمه شیعه حضرت علی رضی الله تعالی و بعد از این بقیه ائمه مانند حضرت حسین رضی الله تعالی که وصلت ایشان را با بنی امیه را هم انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد من عرض کردم قبل از میان برنامه که حضرت علی رضی الله تعالی از بنی امیه زن گرفتند حضرت امامه دختر زینب ابن رو. و ابن ربیع و همچنین دختران خودش را به بنی امیه دادند مانند دخترش که نامش بود خدیجه خدیجه دختر علی رضی الله تعالی عنه علی ابن ابی طالب که این رو حضرت علی رضی الله تعالی عنه داده بود به عبدالله ابن عامر ابن کریز الاموی عبدالله پسر عامر هست و عامر هم پسر کوریز و کوریز هم یکی از بنی امیه هست و این عبدالله ابن عامر پسر دایی حضرت عثمان رضی الله تعالی است زیرا که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اون گونه قبلا بیان کردم مادر حضرت عثمان اروا بنت کورز هست این اروا بنت کورز دختر عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود اروا بنت دختر عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دختر ام حکیم البیزا دختر عبد المطلب بودن و مادر حضرت عثمان رضی الله تعالی اروا بنت کوریز هست و مادر این عبدالله که داماد حضرت علی رضی الله تعالی هست عامر ابن کوریز هست که اموی هست پس بنابراین عامر ابن کورز می شود پسر حضرت عثمان رضی الله تعالی و اساس مطلب ما و موضوع سخن ما در این برنامه این هست که وصلت هایی که در میان بنی امیه به صورت عموم و خانواده حضرت عثمان و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دارد خدمت شما بیان بکنم پس بنابراین حضرت علی رضی الله تعالی هم یکی از جگرگوشه های خودش را حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها را میدهد به یک به یکی از افراد بنی امیه عبدالله ابن عامر ابن کورز و در روایت اومده که این عبدالله عبدالله ابن عامر داماد حضرت علی رضی الله تعالی که از بنی امیه بود این در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا آمد و زمانی که به دنیا آمد این رو آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله ایشان رو در دست گرفتند و گفتند که هذا شبیه اونا این شبیه ما هست و رسول الله یعنی توف می کردند بر روی این بچه و ایشان رو پناه میدادند به خدا یعنی معوضات رو می خوندند بر این بچه این عبدالله ابن عامر و این بچه همین آب دهن رسول الله صلی الله علیه و سلم را بلعیدند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انه لمسقیون به این انسان و این نوزاد و این کودک, کودک آب داده می شود یعنی هر جا سعی بکند تلاشی بکند الله متعال را به آب میرساند. به این خاطر است که در روایات تاریخی آوردند که این عبدالله ابن عامر هر جا که می رفت و اگر زمینی رو حفر می کرد چاهی رو می کرد، حتما به آب می رسید این بر اثر همون آب دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم و به برکت اون پیشینگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم است این مطلبی رو که عرض کردم در کتاب الاسابه آمده که در مورد زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و همچنین ابن حبیب در کتاب معروفی که دارد به نام المحبر صفحه 57 ذکر کرده که عبدالله ابن عامر یکی از دامادهای حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بوده و عبارتش این است که میگوید که و ابو سنابل عبدالله ابن عامر ابن کوریز خلف علی خدیجت هذه زمانی که خدیجه را که دختر حضرت علی رضی الله تعالی عنه از ذکر می کند و معرفی می کند می گید که ابو سنابل عبدالله بن عامر بن کوریز به این شوهر خدیجه شد خدیجه هم دختر حضرت علی رضی الله تعالی عنه است و همچنین کتاب های دیگری که درباره نسب نوشته شده مانند مصعب زبیری در کتاب معروفی که دارد درباره نسب قرش در صفحه 46 این وصلت را که حضرت علی رضی الله تعالی و در میان حضرت علی و بنی امیه بوده هم به خوبی ذکر کرده پس بنابراین این میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی نه تنها از بنی امیه زن گرفته بلکه به بنی امیه دختر هم داده و دامادهایی رو از بنی امیه برای دختران خودش انتخاب کرده و یکی دیگر از مواردی که باز هم میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه یکی دیگر از دخترانش را باز هم به بنی امیه میدهد این است که رمله دختر حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی این همسر و زن معاویه ابن مروان ابن حکم بوده یکی از کسانی که بیش از همه در معرض اتهام قرار دارند و متهم هستند به نسب و عداوت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه رمله را که دختر خودش هست دختر علی ابن بی طالب هست این رو میدهد به معاویه معاویه هم پسر مروان بن حکم بن ابل ابن در واقع امیه هست این یکی از بنی امیه هست که حضرت علی رضی الله تعالی اینو به عنوان داماد خودش پذیرفته و قبول کرده و این وصله در کتابهای شیعه و سنی آمده به طور مثال مصعب زبیری در کتاب نسب قریش که قبلا اشاره کردن در صفحه 45 این مطلب را ذکر کرده و وقتی که نام میبرد از رمله دختر سیدنا علی ابن ابی طالب میگوید که کانت رمله عند ابل الهاشمی رمله قبلا زن ابل هاشمی بود و بعد از إذا ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بعد از إن رمله دختر علی ابن ابی طالب زن معاویت ابن مروان ابن حکم شد که قبلا هم گفتم که مروان ابن حکم ابن عبل العاص ابن امیه هست که از بنی امیه هست و جز کسانی هستند این خانواده که در معرض اتهام دشمنی و عداوت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و قرار دارند اما بازم هم میبینیم که اهل بیت رسول الله این افراد را لایق دانستند که با این افراد وصلت را انجام بدهند و این فرد را معاویت ابن مروان را به عنوان شوهر دختر خودش حضرت علی رضی الله تعالی عنه پذیرفته پس بنابراین در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنی امیه وصلت های بسیاری را انجام داده که بیشتر از همه این وصلت ها را شخص رسول الله انجام داده که زن گرفته از بنی امیه و سه نفر از دخترانش را به بنی امیه داده و بعد از اون حضرت علی رضی الله تعالی عنه که خودشون از بنی امیه زن گرفتن و حداقل دو نفر از دخترانش را به بنی امیه دادن و تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و باز هم مطالبی را در باره های موجود در بیان بنی امیه و آل رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت شما بیان می کنم تمامی شما را به الله متعال می سپارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالاطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أُسد على الباغي كأُسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الاحقاب رحماء بينهم ولكن في الوقت